کمپین انتخابات ریاست جمهوری ایران مصادف شده با مذاکرات وین در مورد بازگشت دوباره ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای سال 2015 آیا این دو موضوع مستقل از یکدیگرند یا بر هم تاثیر می‌گذارند گیتاریان می گزارش می‌دهد وندی شرمن قائم مقام کنونی وزیر خارجه آمریکا سرپرست هیئت مذاکره کننده ایالات و متحده هنگام به نتیجه رسیدن مذاکرات چند ساله منتهی به توافق برجام بود. او روز چهارشنبه در گفتگوی با مؤسسه جرمن مارشال فاند تاکید کرد که هایی در مذاکرات اخیر انجام شده و بر اساس تجربه خودش در مذاکرات منتهی به توافق شش سال پیش می گوید تا بر سر همه جزئیات توافق نشود معلوم نمی شود که توافق نهایی صورت خواهد گرفت یا نه البته این امر با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران پیچیده شده است بیش از دو ماه از مذاکرات وین می گذارد. به نظر می رسد دولت روحانی سعی دارد پیش از انتقال دولت به رئیس جمهوری جدید مذاکرات وین به نتیجه برسد اما به گفته علی واعظ مدیر پروژه ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران روحانی با یک صد سیاسی مواجه بوده است گمان من بر این هست که نظام در ایران خواهان این بود که یک گوشایش دیپلماتیک بسیار جدی قبل از انتخابات صورت نگیره برای اینکه نگران طبعات انتخاباتی اون بود و در این روی کرد به گمان من با دولت روحانی اختلاف داشت برای که دولت روحانی مسلما میخواد که یکی از دستاوردهای عمده سیاست خارجیش از بین نره قبل از اینکه دوره حضورشون در قدرت پایان پیدا کنه مارشال بیلینگزلی که در دولت دونالد ترامپ چهار سال معاون وزیر خزانه داری در امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم بود معتقد است آنچه در ایران می ربطی به انتخابات ندارد. I think that... ما باید بپذیریم که در ایران روند انتخاباتی در جریان نیست. این روند انتصابی است و انتصاب صورت گرفته است. با توجه به اینکه خامنه ای میداند برای همیشه در حیات نخواهد بود، این روندی است که طی آن برای جانشینی خود برنامه ریزی می کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز انتخابات در ایران را غیر شفاف می داند و در مقاله دیگر در 11 جوان از محدودیت هایی که بر رسانه های مستقل در پوشش خبری انتخابات تحمیل شده انتقاد می کند. این نهاد به خصوص اشاره کرده به اینکه نظام اسلامی انتشار اخبار انتقادی از ابراهیم رئیسی نامزد نزدیک به آیت الله خامنه ای را ممنوع کرده است. مشخص است که فقط یک رهبر در ایران است و آن خامنه ای است. اوست که تصمیم ها را می گیرد. این تفاوتی که بین میان روها و تند روها قائل می شوند هم تصنعی و هم بی ربط است و هیچ تأثیری بر تصمیم های رژیم ایران ندارد. انتخاب مردمی یا انتصاب رهبری این نظامی است که بیش از چهل سال از جا افتاده و نظام جمهوری اسلامی به آن نام دموکراسی دینی داده و در آن شهروندان را هر چهار سال یک بار به امید بهتر شدن شرایط زندگیشان به پای صندوقهای رأی میبرند به نظر علی واعظ شرایط پس از انتخابات و پایان غیررسمی دولت حسن روحانی مشخصتر خواهد شد نهایتا بعد از انتخابات من گمان میکنم این صد سیاسی لاقل برداشته خواهد شد اما اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد آینده آن چه خواهد شد افراد دست اندر که سالهاست در این پرونده نقش داشتند و البته شناختی هم از طرف دیگر مذاکرات به دست آوردن چه خواهند شد دو سناریو میشه تصور کرد یکی این هست که بسیاری از افرادی که امروز درگیر مذاکره هستند مثل آقای عراقچی یا آقای صالحی اینها در مقاماتشون باقی بمونند و اقل برای یه مدتی تا مذاکرات به نتیجه برسه و دولت بعدی بتونه این ادعا رو داشته باشه که موفق شد در جایی که دولت روحانی شکست خورد اگر نه و تیم کاملا عوض بشه به گمان من دسترسی به یک توافق برای احیای برجام تقریبا غیر ممکن خواهد شد و ما دوباره وارد یک روند تقابلی خواهیم شد که از یک طرف آمریکا فشارها رو افزایش خواهد داد و ایران برنامه هسته‌ایش رو توسعه خواهد داد تا هر دو طرف به مرحله‌ای برسن که احساس کنند دستشون از لحاظ اهرم‌هایی که براشون مهیاست بنز کافی قوی شده و اون وقت مذاکره در مورد یک برجام دو رو شروع بکنن جواد ظریف در نه آذر 1399 در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب گفته بود آماده است که وزیر امور خارجه دولتی بعدی باشد اما با توجه به اینکه معتقد است وزیر امور خارجه باید با اجماع ملی کار کند با شرایط موجود حتی نمیتواند یک کلمه حرف بزند خبرنگار از او پرسیده بود آیا حاضر است با دولتی که ابراهیم رئیسی یا محمد قالیباف در رأس آن باشد کار کند او گفته بود برای اینکه با یک دولتی کار بکنید باید ببینید در آن دولت چه افراد دیگری هستند شما نمیخواهید جایی حضور داشته باشید که هر روز با همکارانتان جنگ اعصاب و تنش داشته باشید گیتا آریان صدای آمریکا